همکارم کیمیا قربانی از بولونیا همراه ماست. کیمیا، مهمترین نکاتی که در گفتگوی تلفنی وزیر خارجه ایتالیا و عباس عراقچی مطرح شده چیا بودن؟ بله، در این گفتگوی تلفنی آنتونیو تایانی خواستار اعتدال و اتخاذ رویکردی سازنده بوده برای جلوگیری از چرخه اقدامات نظامی و تاکید کرده که این چرخه اگر ادامه پیدا بکنه رنج بسیاری رو برای بسیاری از شهروندان در منطقه در پی خواهد داشت. در این مکالمه تاکید کردن بر اینکه خب نیروهای ایتالیایی در جنوب لبنان مستقر هستند و همچنین تجارت دریایی که برای ایتالیا در دریای سرخ مهم هست و نقش ایتالیا در تأمین امنیت این منطقه، و آنتونیو تایانی از عراقچی خواسته که ایران نقشی رو ایفا بکنه که بتونه اصلاح بکنه و یا تعدیل بکنه این تنش در جنوب لبنان و همچنین تنش در دریای سرخ رو. و در این در واقع مکالمه که جزئیاتش رو سایت دولت ایتالیا هم منتشر کرده آمده که آنتونیو تایانی عنوان کرده که نقش مهمی ایفا خواهند کرد در پیشبرد مذاکرات صلح و براشون خیلی مهم هستش که بتونن به آتش بس دست پیدا بکنن برای اینکه خب هم گروگان‌ها آزاد بشن، هم بتونن کمک‌های بشردوستانه برسانن، و همچنین تاکید شده دوباره بر راه حل دو دولت دو ملت که خب ایتالیا از همان آغاز درگیری و جنگ بین اسرائیل و حماس خواستار تشکیل دو دولت دو ملت بوده. و خب آنتونیو تایانی تبریک هم گفته ظاهرا این مقام رو برای عراقشه. متشکرم کیمیا قربانی، همکارم که از بولونیا در ایتالیا همراه ما بودیم.